و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، ابتدا از همین خبر انتخاب معاون اول از شما بپرسیم، شروع بکنیم. ارزیابی شما چه است؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. آقای ونس رو کسی نمیشناسه به اون صورت در آمریکا. در نظرسنجی هایی که اخیرا انجام شده 65% پاسخ دهندگان گفتن که ایشون رو نمیشناسن، 50% اصلا اسمش رو نشنیده بودن. بنابراین یک چهره ای که برای بسیار از آمریکایی ها در حد در سطح ملی چهره ناشناخته ای هست. ایشون قبلا منتقد آقای ترامپ بوده، خیلی منتقد سرسختی بوده، حتی توییت هایی زده که نه تنها تحقیرآمیز که توهین آمیز بوده نسبت به آقای ترامپ، و در یک موقعیتی گفته که حتی هیلاری کلینتون رو در نظر میگیره به عنوان کسی که بهش میخواد در انتخابات 2016 رأی بده. ظاهرا در نهایت در انتخابات 2016 به کاندیدای مستقل و نه هیلاری کلینتون یا ترامپ رأی میده. ایشون کسی که در یک تغییر موضع 180 درجه بعدا تبدیل میشه به یکی از وفادارترین یاران ترامپ، تا جایی که در حتی دادگاه نیویورک همراه به ترامپ میره و میشه از دوستان نزدیک دونالد ترامپ جونیور، پسر آقای ترامپ، و در پادکست ایشون هم مشارکت داشته. چهره ای که خیلی در فاکس نیوز از ترامپ دفاع میکنه و به چند جهت انتخابش مهمه. یک جهت به این دلیل که ایشون کسیه که به شرکت‌های سرمایه گذار در حوزه تکنولوژی خیلی نزدیکه، سیلیکون ولی، و معمولا سیلیکون ولی به شکل سنتی در آمریکا به لیبرال ها نزدیکه. به این جهت سیلیکون ولی مهمه که سرمایه هایی که اینها در انتخابات میتونن بیارن پشت کاندیدا ها میتونه نتایج انتخابات رو خیلی روش اثرگذار باشه. آقای ونس کسیه که میتونه بین آقای ترامپ و سیلیکون ولی یک پلی رو بزنه و قبلا هم یک در واقع کارزاری رو برای کمک جمع کردن از سیلیکون ولی برای آقای ترامپ برگزار کرده. اما نکته دوم در حوزه سیاست خارجی که آقای ونس کسیه که به شدت مخالف کمک به اوکراین، و من فکر میکنم که انتخاب ایشون خیلی انتخابیه که میتونه سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین رو تحت تاثیر قرار بده. این مخالفت پیش از این هم که با آقای ترامپ داشته یه چیزیه که در سیاست عادیه، یعنی در سیاست ما دوست و دشمن دائمی نداریم. خانم کاملا هریس هم قبل از انتخابات 2020 کسی بود که خیلی مخالف آقای بایدن بود، ولی در نهایت بعد از انتخاب به عنوان معاون رئیس جمهور کسی بود که در راستای اهداف آقای بایدن حرکت کرد، و این میتونه در مورد آقای ونس هم صادق باشه. آقای قائدی، وقت کوتاهی داریم. با توجه به ترور نافرجام ترامپ به نظر میرسه که اقبال از او از قبل هم بیشتر شده. به نظر شما چقدر احتمال پیروزیش وجود داره؟ نظرسنجی ها میگه که 3% از بایدن جلو، اگر که همین امروز انتخابات برگزار بشه احتمالا آقای ترامپ برنده انتخابات خواهد بود. اما انتخابات 4 ماه مونده بهش، توی این 4 ماه میتونه اتفاقات زیادی بیفته. دو نکته خیلی مهمه. نکته اول اینکه عکس هایی که از آقای ترامپ در اومد با پیشانی خونی و مشت گره کرده که فریاد و مبارزه سر میداد، اینها میتونه در نظرسنجی ها تو روزهای بعد منعکس بشه. شاید به اندازه بسیار کمی بتونه رأی آقای ترامپ رو بالا ببره، اما به ضرس قاطع که یک بسیجی رو در حزب جمهوری خواه ایجاد کرده و ترافیک سایت های محافظه کار هم اصلا از دیروز سال بالا رفته. اما نکته دیگه که میتونه خیلی مهم باشه بحث سورپرایز اکتبر که در انتخابات آمریکا میدونیم سابقه داره. قبلا مثلا در 2016 در کمپین انتخاباتی آقای ترامپ و هیلاری کلینتون، اگه خاطرتون باشه، اون فایل صوتی مربوط به آقای ترامپ در خصوص آزار جنسی زنان باعث شد که یک مقدار روی نتایج انتخابات اثر بذاره، و ایمیل های هیلاری کلینتون. باید صبر کنیم ببینیم که واقعا آیا سورپرایز اکتبر میتونه به شکل جدی نتایج انتخابات رو تغییر بده یا نه، که الان فکر میکنم زوده برای اعلام نظر کردن در این مورد. بله، سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ما بودید.